سدهایی که از مناطق شهری در برابر طغیان رودخانه ها حفاظت می کنند، گاهی اوقات به طور غیر منتظری فرو ریخته و فاجعه می آفرینند. برای جلوگیری از چنین حوادثی چه می توان کرد؟ زیر پاهای من 48 حسگر وجود دارد که دائما به ما می گویند که این سد چه حالتی دارد و چه واکنشی نشان خواهد داد. این سد با این تکنولوژی باهوشترین سد جهان است. حسگرهای زیرزمینی که در جریان طرح تحقیقاتی اتحادیه اروپا توسعه یافتند، اندازه‌گیری‌های خود را به مراکز جمع‌آوری داده‌ها در کشورهای مختلف ارسال می‌کنند. شهر بوستون در ساحل شرقی انگلستان یکی از پایگاه‌های اصلی این فناوری جدید است. رودخانه این شهر با مد آب دریا بالا می‌آید و زندگی اهالی را با خطر مواجه می‌کند. بوستون سد خوبی در مقابل دریا دارد، اما به اندازه کافی بلند نیست. وقتی موج‌ها بالا می‌آیند، به این معناست که دیوارها ممکن است به زیر آب بروند و حتی فرو بریزند. مهندسان مشغول در این پژوهش شکل‌های مختلفی از حسگرها را طراحی کردند که هم قابل اعتماد بوده و همین که قابلیت قرار گرفتن در سطوح مرطوب را داشته باشند. آنچه در اینجا می‌بینید یک حسگر است. یک دستگاه اندازه‌گیری که اجزای الکترونیکی دارد و محفظه‌ای از فولاد ضد زنگ دور آن را پوشانده. یک محفظه کوچک برای ورود جریان آب هم در آن تعبیه شده. این دستگاه میزان مد آب در سد و نیز پارامترهای دیگر نظیر دمای زیر زمین و حرکت‌های حسگرها را اندازه می‌گیرد. اندازه‌گیری‌های ثبت شده از طریق هر دستگاهی که به اینترنت وصل شود قابل انتقال است. این یک صفحه لمسی است که در قهوه خانه‌ای در بوستون نصب شده و به همه این امکان را می‌دهد که نرم‌افزارهای هوشمند را ببینند. داده‌های حسگرها قابل تجزیه و تحلیل هستند و شما می‌توانید میزان مقاومت پشته سد را به کمک آنها بسنجید. چنانچه کوچکترین تغییری در خاکریز سد ایجاد شود، به معنای احتمال فروپاشی و ریزش سد خواهد بود. اگر حسگر هوشمند رخنه‌ای را در بدن سد پیش بینی کند، هشداری را به مراکز مسئول می‌فرستد. مراکزی که ممکن است درباره شکنندگی آب بدنه سدها در برابر سیلاب آگاه نباشند. در حال حاضر ما گشتنی نظارتی داریم، به این معنا که دو یا سه بار در طول سال مردم می توانند با چشم خود حرکت‌های سدها را ببینند. فناوری جدید به ما اجازه می دهد که واقعاً بفهمیم آب پشت سد چگونه طغیان می کند، به طوری که به نظر می رسد اگر نشتی آب در آب بند وجود دارد، در اثر فشار بدنی سد جابجا می شود. این نرم افزار می تواند در صورت شکستن سد زمان به زیر آب رفتن پایگاه را اندازه بگیرد و حتی بهترین راه را برای تخلیه فوری شهروندان محاسبه کند. این سامانه اجازه خواهد داد تا راه‌های خروجی سیلاب را نشان دهیم و به کمک آن مدلی برای فرار ایمن مردم طراحی کنیم. این طرح می‌تواند به کار برنامه‌ریزان موقعیت‌های اضطراری بیاید و آنها را قادر سازد تا سناریوهای احتمالی تخلیه ساکنان را در صورت شکستن سد مورد آزمایش قرار دهند. اگر آزمایش‌ها موفق باشند، این سامانه هوشمند می‌تواند در مناطق گوناگون شهری اروپا و سراسر جهان نصب شود تا از شهرهای بی‌دفاع در برابر تغییرات آب و هوایی محافظت کند.